عزیزان دل، همراهان گرامی، سلام. وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز، باز هم برگشتیم با یک خبری مهم و جدید در مورد مهاجرین افغانستانی. دوستان عزیز، خبر جدید ما این است که راضیه علیپور، مدیر عمومی اتباع و مهاجرین خارجی استان بوشهر، اعلان کرد که نظارت و ارزیابی بر صنوف اغذیه فروشی ها و فروشگاه های مواد غذایی به شدت شروع شده و تمام اغذیه فروشی ها و مواد فروشگاه های مواد غذایی بازرسی میشه و هر اغذیه فروشی و فروشگاه های مواد غذایی که افغان ها را استخدام کرده باشه با آنها برخورد قانونی صورت میگیره و همچنان سه شهرستان ای استان در جمع شهرستان های ممنوعه پیوست، یعنی که اتباع خارجی نمیتونه در اونجا زندگی بکنه یا برای خود شغل پیدا بکنه. خدا کنه که اسم استان ها را اشتباه نگویم، که یکی گناوه هست، دلیم و اصلویه، همین سه استان هست که در جمع استان های ممنوعه پیوست. و همچنان نشان گفت که شغل اختیار کردن و مسکن گزینی اتباع خارجی در شعای 5 کیلومتری پایگاه اتمی جدا ممنوع هست و کسایی که در این ساحات زندگی بکنه یا یک شغل اختیار بکنه با آنها برخورد قانونی صورت میگیره. و همچنان گفت که طرح دستگیری و طرد اتباع خارجی به شدت جریان داره و هر کسی که در این استان غیر مجاز باشد اونا دستگیر و ردی مرز خواهد شد. دوستان عزیز، خوب است که خبر با هم بخونیم. راضیه علیپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر از افزایش نظارت ها بر بازار و صنوف مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت گشت های بازرسی با همکاری دستگاه های مربوطه تداوم دارد و با اغذیه فروشی ها و فروشگاه های مواد غذایی که از اتباع خارجی استفاده می کند برخورد خواهد شد. راضیه علیپور با بیان این که سه شهرستان کناوه، دلیم و اصلویه در استان بوشهر جز مناطق ممنوعه اشغال و اسکان اتباع خارجی است، تصریح کرد سکونت و اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی در مناطق ممنوعه شامل شهرستان های گناوه، دلیم و اصلویه ممنوع است و سمع اتباع و مهاجرین خارجی خواسته شده سریعا از شهرستان های مذکور خارج شود. در غیر این صورت مدارک اقامتی آنان باطل و از کشور طرد خواهد شد. وی افزود همچنین اشتغال و سکونت اتباع خارجی در حریم 5 کیلومتری نیروگاه اتمی ممنوع بوده و از اتباع خارجی اجازه سکونت و اشتغال مناطق مانند حلیلیه و بندرگاه را ندارد. علیپور با بیان این که طرح دستگیری و طرد اتباع خارجی غیر مجاز در سطح استان ادامه دارد گفت شناسایی و طرد اتباع خارجی غیر مجاز به صورت مستمر ادامه دارد و آن دست از اتباعی که فاقد مدرک هویتی هستند با انتقال به اردوگاه مراقبتی برای طرد از کشور به اردوگاه مرزی منتقل می شود. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی استانداری بوشهر بیان کرد از دیگر طرحهای مهمی که در سطح استان اجرا شده همچنان در حال اجرا است طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان است که همکاری سازمان بهزیستی فراجا شهرداری و دادگستری استان اجرا می شود. دوستان عزیز، ای اولین استانی است که به شکل جدی چندین مورد را در یک جلسه گنجانده و اخطاری شدیدی برای تمام مهاجرین که در این استان هست صادر کرده، از نظارت گرفته تا اخراج مهاجرین غیر مجاز و همچنان سه شهرستان خود در جمع شهرستان های ممنوعه اعلان کرده و اخطار دیگه ای که در کسایی که در شعای 5 کیلومتری نیروگاه اتمی زندگی میکرد و شغل نداشت برای ازنا هم گفته که هر زودتر باید این ساحات را ترک بگویه و همچنان کسایی که در او سه استان ممنوعه زندگی میکنه اونا هم باید هر زودتر مکان خانه هایشان را تخلیه بکنه و اگر شغل دارد اونجا یا وظیفه داره باید با اونا تصفیه حساب بکنه. در غیر اون صورت بعد از چند روزی اگر اینا دستگیر شوه تمام مدارک اقامتی اینها باطل و از کشور ایران طرد خواهد شد. یه خبر بسیار مهمی بود که خواستم هر چیز زودتر با شما در میان بگذارم
امید است که تا آخرین لحظات دیده بوده باشین. تا گزارش دیگر و ویدیوی دیگر شما رو به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. تا درود دیگر، بدرود.